ادعای بزرگ، نیکو هفته آینده بازیکن بارسا می شود. نبرد جذاب، جنگ بارسا و ریال بر سر ستاره لیورپول. ستاره بارسلونا رکورد 100 ساله را شکست. اروپا میلر زد، اولین شادی گل وینیسیوس و امبپه. عبور ریال از بارسا و میلان در پایتخت لهستان. آرسنال 2 لیون 0، خط و نشان تیم آرتتا برای لیگ برتری ها. آرسنال با دو گل مدافعانش سالیبا و گابریل موفق شد لیون را در یک بازی دوستانه 2-0 شکست دهند. شاگردان میکل آرتتا که 6 روز دیگر باید لیگ برتر را با مساف خانگی مقابل وولز آغاز کنند، در یک بازی دوستانه با مساف لیون فرانسه رفتند و با گل های ویلیام سالیبا و گابریل به پیروزی رسیدند. اتلتیکو 2 یوونتوس 0، تیم الچلو در حد مدعی. اتلتیکو مادرید در یک بازی دوستانه موفق شد یوونتوس را با ارائه یک بازی برتر 2-0 شکست دهند. فصل جدید برای اتلتیکو مادرید از 8 روز دیگر با بازی مقابل ویارئال آغاز می شود. شاگردان سیمونه در یک بازی دوستانه با عمل کرده عالی و با گل های ژائو فلیکس و آنخل کوریا موفق شدند تیم تیاگو موتا را 2-0 شکست دهند. و ما در سوی دیگر، لیورپول توانست با قدرتمندی سویا را 4-1 در هم بکوبد و چهارمین برد متوالی تابستانی خود را دشت کند. لیورپول تابستان بسیار خوبی را پشت سر میگذارد و بعد از 3 برد در تور آمریکا که در آن یونایتد را 3 گل کرد، بعد از ظهر روز گذشته در آخرین بازی پیش فصل توانست سویا را 4-1 در هم بکوبد. لیورپول با هدایت اسلوت و در روزی که لوئیس دیاز درخشان بود، نوید روسای خوبی را برای فصل پیش رو دارد. تیم مارسکا از تیم انزاگی بهتر بود. چلسی 1 اینتر 1. اینتر در بازی دوستانه مقابل چلسی با گل توران پیش افتاد، ولی با گلی که در دقیقه 90 دریافت کرد به تساوی 1-1 رضایت داد. ستاره بارسلونا رکورد 100 ساله را شکست. پاو کوبارسی مدافع میانی 17 ساله بارسلونا پس از قهرمانی در المپیک با اسپانیا به جوانترین فوتبالیست مدال آور کشورش تبدیل شد. کوبارسی با پشت سر گذاشتن سامیتیر و پدری به جوانترین فوتبالیست اسپانیا تبدیل شد که مدال المپیک را کسب کرده است. او فقط چند ماه بعد از ظهورش در دنیای فوتبال به این موفقیت رسید. یک سال پیش در تابستان 2023 او یک فصل باشکوه را با تیم دومی جوانان بارسا پشت سر گذاشته بود و در حال آماده شدن برای شروع کار در تیم اول جوانان بود. یک سال بعد او به یکی از ستون‌های دفاعی تیم بزرگسالان بارسا تبدیل شد و اولین بازی خود را برای تیم بزرگسالان اسپانیا نیز انجام داد. با قهرمانی تیم فوتبال المپیک اسپانیا در پاریس 2024، کوبارسی یک رکورد تاریخی که از سال 1920 به بعد دست نخورده مانده بود را نیز شکست. 104 سال پیش جوزپ سامیتر با کسب مدال نقره با اسپانیا در بازی المپیک آنتورپ تاریخ ساز شد. در آن زمان هنوز جام های جهانی فوتبال برگزار نشده بود و بهترین تیم ها بدون محدودیت سنی در المپیک شرکت می کردند. جای بس شگفتی بود که اسپانیا در آن مسابقات در سال 1920 که در آنتورپ برگزار شد به مقام دوم رسید. سامیتیر با تنها 18 سال و 208 روز به مدال نقره دست یافت، رکوردی که تا امسال باقی مانده بود. دومین فوتبالیست جوان با مدال المپیک پدری بود که در سال 2021 در توکیو با 18 سال و 255 روز به مدال نقره رسید. حالا کوبارسی از هر دو عبور کرده و با 17 سال سن جوانترین مدال آور فوتبال اسپانیا است. عبور ریال از بارسا و میلان در پایتخت لهستان در صورت پیروزی برابر آتلانتا. رئال مادرید با سابقه فتح 5 سوپر جام اروپا چهارشنبه در ورشون فرصت را دارد که بالاتر از میلان و بارسا به تنهایی این رکورد را داشته باشد. رئال مادرید چهارشنبه شب سوپر جام اروپا برابر آتلانتا را برگزار خواهد کرد. در ورشو قهرمان اروپا با مساف قهرمان ایتالیوی لیگ اروپا می رود و شانس خوبی دارد که بتواند پادشاه این رقابت ها شود. رئال مادرید 5 عنوان قهرمانی سوپر جام دارد، درست پندازه بارسلونا و میلان. رئال مادرید در 8 فینال سوپر جام اروپا شرکت کرده و در 5 فینال آن پیروز شده است. آخرین بار کانوها در سوپر جام اروپا باختند در سال 2018 مقابل اتلتیکو مادرید بود 4-2. از سوی دیگر آخرین پیروزی آنها در سوپر جام اروپا سال 2022 برابر انتراخت فرانکفورت بود. رئال در ورشو نهمین فینال سوپر جام اروپا را برگزار می‌کند، همانند بارسلونا، تیمی که تاکنون بیشترین بازی‌ها را در سوپر جام داشته است. فوتبال اسپانیا بر سوپر جام اروپا تسلط دارد، زیرا در مجموع 16 عنوان قهرمانی توسط تیم‌های این کشور به دست آمده است. 5 عنوان از رئال مادرید، 5 عنوان از بارسلونا، 3 عنوان از اتلتیکو مادرید، 2 قهرمانی از والنسیا و یکی هم برای سویا.
نبرد جذاب. جنگ بارسا و رئال بر سر ستاره لیورپول. بارسلونا و رئال مادرید شرایط ترنت الکساندر آرنولد را زیر نظر دارند و این احتمال وجود دارد که برای به خدمت گرفتنش اقدام کنند. الکساندر آرنولد که حالا 25 ساله شده برای اولین بار در سال 2016 در ترکیب لیورپول به میدان رفت و خیلی زود در حد و اندازه یک ستاره در این تیم ظاهر شد و نقش مهمی را در موفقیت‌های چند سال اخیر آنها در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا ایفا کرد. این بازیکن تا به حال بیش از 300 بار پیراهن لیورپول را بر تن داشته و در مسابقات مهم و مختلف برای آنها به میدان رفته است، اما تنها یک سال از قرارداد فعلی‌اش با این باشگاه باقی مانده و هنوز قرارداد جدید را امضا نکرده است. هرچند مدیران این باشگاه مصمم هستند که هر چه زودتر قرارداد او را تمدید کنند. پیش از این شایعات درباره علاقه رئال مادرید به جذب این ستاره انگلیسی به گوش می‌رسید، اما حالا روزنامه استان مدعی شده که بارسلونا هم آماده است تا با حریف قدیمی برای به خدمت گرفتن او رقابت کند و هر دو تیم شرایط این بازیکن را به دقت و از نزدیک زیر نظر دارند. مدیران هر دو باشگاه معتقدند که الکساندر آرنولد مایل است به دوران حضورش در لیورپول خاتمه دهد و به دنبال تجربه جدید خواهد بود و تمام تلاششان را برای به خدمت گرفتن این بازیکن به کار خواهند گرفت. هرچند رابطه نزدیک و صمیمانه او با جود بلینگام باعث شده که بسیار معتقد باشند که شانس رئال برای جذب این بازیکن بسیار بیشتر است. اروپا می لرزد. اولین شادی گل وینیسیوس و امبپه. بیتاب شروع سوپر جام. همکاری عالی وینی و امبپه در بازی دیروز تمرینی رئال و خوشحالی شدید این دو بعد از ثبت گل بازتاب جالبی در شبکه‌های اجتماعی داشت. این دو ستاره برزیلی و فرانسوی در اولین بازی تمرینی خود و در حالی که هنوز در بازی رسمی کنار هم به میدان نرفتند، هماهنگی و البته صمیمیت زیاد خود را بر رخ کشیدند. هواداران رئال و دوستداران فوتبال هنوز نتوانستند وینیسیوس و امبپه را در کنار هم در زمین در یک بازی رسمی ببینند، اما از طریق ویدیو تمریناتی که باشگاه رئال مادرید هر روز به اشتراک می‌گذارد، می‌بینند که چه حس خوبی بین این دو وجود دارد. دیروز وینیسیوس از روی پاس امبپه موفق به گلزنی شد و سپس با شادی فراوان او را در آغوش گرفت. یک جشن گل ویژه که انگار در فینال یک تورنمنت معتبر بود. رالی‌ها باید تا چهارشنبه و سوپر جام اروپا برابر آتلانتا صبر کنند تا این دو ستاره را کنار هم در میدان ببینند. زوجی که از حالا ترس را در جان رقبای اروپا انداخته است. ادعای بزرگ، نیکو هفته آینده بازیکن بارسا می شود. ویلیامز با مدیران بلوگرانا بله را داد. بارسا همچنان دست بردار نیکو ویلیامز نیست و روزنامه اسپورت مدعی شد نیکو با بارسا جواب مثبت داده است. با این اتلتیک بیلبائو در روزهای گذشته به شکل‌های مختلف این پیام را به بارسا منتقل کرده که نیکو ویلیامز در این باشگاه می‌ماند، ولی مدیران بارسلونا به این پیام‌ها اهمیت نداده و مصمم هستند که تا پایان تابستان نیکو را به خدمت بگیرند. روزنامه اسپورت با نقل از منابع خود در باشگاه بارسا مدعی شد که نیکو ویلیامز در ساعت‌های گذشته به مدیران بارسا گفته که می‌خواهد همین تابستان پیراهن بارسلونا را بر تن کند. بارسلونا در روزهای گذشته همیشه از یک کهرمی ویژه برای راضی کردن نیکو استفاده کرده است. رفاقت صمیمی او لامین یامال که در جریان یورو 2024 به مراتب مستحکم تر شده است. ظاهرا یامال در روزهای گذشته نقش واسطه بارسا را بازی کرده و در پیام‌های خصوصی از نیکو خواسته بود که انتقالش به بارسا را همین تابستان عملی کند. روزنامه اسپورت به نقل از منابع خود نوشت که در راهروهای بارسا مدیران حالا به این فکر هستند که ساختار مالی لازم را برای خرید نیکو طراحی کنند. این البته آسان نخواهد بود، ولی لازم هست. این روزنامه مدعی شد که هفته آینده شاید حضور نیکو ویلیامز در شهر بارسلونا و امضای قرارداد توسط او خواهیم بود.